سلام د اریانا نیوز قدرمنو لیدونکو اسلام حجاب د زیربنا د خبرونه په وړاندې کولو سره تاسو په خدمت کې قدرمنو دوستانو د ملي والی د حکومت پرامسته کې دل سره د افغانستان ټول اړیکې په سیمه او نړۍ کې تغییر و خوړه دا چې د سوداګری او تجارت په برخه کې په سیمایزه او نړۍ والو کچسونه پکې تغییر راغلي د ملي والی د حکومت لرمسته کې دلور او ورسته په دغه اړه چې کومې پوښتنې لري خصوصا افغان سوداګر ل یو شمېر هیوادونو سره په سوداګری برخه کې لستونزو سره مخامخ دي د پښتون لوپارمو د سوداګری او صنایو وزارت ویان مسافر قوقندي ملکړی دا چې لدوينه په دغه خبرونه کې په دی اړه معلومات ترلاسه کوو قوقندي سې پروګرام ته خرغلاست معنا خیرسه قوقندي سې په د ملیه والی د حکومت لره منځ تکیدو را وروسه د افغان سوداګرو په یوشمیر هیوادونو کې چې ستونزې وي تر کومه हद رکمې سوي خصوصا د وندي هیوادونو سره بسم الله الرحمن الرحیم ته منان تاسو ته تاسو ټکنیکي کارون ته ټول دا از د آریا نیوز امداو چمنګ منی لیدونکته خپل د زړه کومي سلامونه وران کوم هر چیرته چې چی ټول افغانان چې د نړۍ په هر ګوټ ګوټ کې خ روغ جوړ او سلامي ته غوښتم تاسو تشکر در موړ در په سوال شما برب کردیم چې حداقل در یک و نیم سال یا دو سال گذشته تلاش های زیاد به خاطر بهبود روابط تجارتی و ترانزیتی با کشورهای منطقه به وجود آمد به خصوص پس از روی کار آمدن حکومت جدید رهبری دکتر سایب اشرف خنی این تلاش ها شدت پیدا کرد و چون از اول کارا آغاز شده بود و تلاش بری شد که یکی از اهداف اساسی حکومت جدید افغانستان حکومت دکتر سبه شفغانی را بهبود وضعیت تجارت ترانزیت و, و توجه جدی به تولیدات داخلی تشکیل میده که از برنامه های اساسیشان توجه زیاد بر ساخت و ساز های اقتصادی هست که پختن هم دیجه که در اقوقندی د چه در ملی در حکومت پرامنستکی دو سر دیر تلاشونه سوی به عملی برخه که تروس پوری هیچ کم تغییر نترسترگو کیگی خصوصا د هغه گاونډي هواد لکه پاکستان سره یو لسیزه نه زیات بیل بیل تړونونه ملرو او افغان سوداګر چې مونږ نسبتا له نورو هيوادونو د سره سوداګري ز کچم د منګل وړه ده ډیر ناراضه دي, دي. اولس مشهر سفر هم وکو ده هغه هيوا ته مګم پکړو ژوند د هغه هيواد ژوند نه د پات سوی ا... ما به شما موافق نه سم په دلیل ځکه وخت کما به شما میګم کې تلاشه حداقل از 2012 یا 2013 اګوست شوه او تلاشه خاستان از 2001 اګوست شوه او تلاشه په خاطر بهبود راه های جدید ترانزیتی و پیدا کردن راه های جدید ترانزیتی در دو سال گذشته تلاش به وجود آمد که ما بگونی مثال بر شما کردی و لاجوردی را گفتم میتونم برای که از مسیر ازبکستان به قزاقستان و قرقستان و از مسیر تاجکستان به قزاقستان چین میره ایران رو بر شما گفتم میتونم راه های دیگه است که ما به مسکو میریم خدا خواه و تلاش مثل... تروس پوری عملی بنه نداره اما تروس عملی کار پی بنه ما آ... حداقل در خبر... گذشته جای پاکستان ستونزو د حل لپاره کم کارونه بر اساس تفاهمنامه ابتا در سال 2000 قرار بود مطرح افغانستان تا بندر واگه بره که ما از تاریخ 21 جنوري را نرفتن ببینین ما بر شما گفته که یعنی شما میگین که بعد از به وجود آمدن حکومت جلال ماب دکتر صاحب اشرف غنی چی شده بعد از 21 جنوری که امروز ما در اگر اشتباه نکنم در چند مارچ قرار داریم 16 مارچ قرار داریم <تصفح> برای نخستین بار مطرح افغانستان اجازه یافتن که بر اساس یک زمانات خط که از طرف وزارت ترانسپورت و هوانوردی برشون داده میشه مطرح افغانستان کالاهای صادراتی افغانستان تا بندر واقع ببرن و ما قرارداد رو با هند امضا کردیم که تا 5 کیلومتر داخل خاک هندستان مطرح ما رفته کالاهای خود تخلیه کنه با دولت پاکستان البته گارانتی ها و ضمانت هایی که که ضمانت بانکی می گرفتن اینا لغو شد کالاهایی را که ما از پاکستان میبریم و میاریم اینا کارایی بوده که در دو سه ماه گذشته صورت گرفته در پاکستان پاکستان پس از عقد تفاهمنامه ابتا در 2010 یعنی بزرگترین و عمده مشکلات ما که در دو ماه گذشته حل شده در چهار سال پنج سال گذشته حل نشد هر تمام نشد آقای حجاب مسئله دیگه که دیگه چی کارها شده چی کار صورت نگرفته دو سه نشست بسیار قوی رئیس صاحب جمهور افغانستان با رئیس جمهور آذربایجان داشتند که بسیار شدت گرفت کار کریدور لاجوردی فردا پس فردا یا شاید تا یک هفته یک ماه دیگه تفاهم سی جانبه میان افغانستان هندستان و ایران امضا شود اینا کارای است که اینا در یک روز صورت نمیگیره باید گفتگوها صورت بگیره در اول جنوری پنجمین نشست اپتیکا که در پاکستان برگزار شد نخستین نشست سی جانبه افغانستان بود که ابتا به پتا تبدیل شوه افغانستان پاکستان و تاجیکستان می چند روز آینده ان شاء ما نشست ششمین نشست را در کابل خواهیم داشت و دومین نشست پتا در کابل میشه که تاجیکستان چطور ما میتونیم وضعیت بتیم که ابتا به بین سه کشور باشه افغانستان تاجیکستان و همچنان پاکستان مسئله دیگه که شما میگن حل نشه افغانستان به عنوان یک کشور ترانزیتی در منطقه مطرح شده چی از نگاه انرژی باشه چی از نگاه راه تجارت باشه مسئله دیگه مسئله دیگه که دیرو دیروز شاهدش بودین رسانه خود شما او را نشر کرد کالاهای افغانستان که پیش از ای باید از بندر حیرتان از دریا کشتی تیر میشد او طرف در انتقال پیدا میکرد و میشد سر از دې وروستفامنامه جدید کالهای افغانستان اعظمو 72 کیلومتر ریل کړه چې در داخله افغانستان د عیننجا در واګونҳо بار مېشه او انتقال پیداون د دیګر نیاز نېست چې یک بار تا حیرتان په واګونم ته په پختنه در شریکې کم دا وسم چې د کراچۍ د بندر للارې کم مالونه د افغان سوداګرو رازي هغه بندر د کراچۍ بندر د پاکستان حکومت خصوصي سکتور ته سپاره لیدا د افغانستان د سوداګرو ستونزې نه دی حلسوي ور پینځو ورځې نه چې پیزيات تیر سی د غد مال د قیمت نه ډیر دوی باندې اه... جرېمه چارجکی ګورباندی او د دې ست از من تاسه کولای شي چې اوس خو یو عادي وخت د چيتا سټر موټر واره کوي د تاسه موټر هغه ته زی تر واګي بندر را پورې زی هر کله چې د افغانستان د حاصلات وخت سویدا پهغه وخت کې د پاکستان حکومت به لا بی لیستون زی راهمز تکړي مثلا د د تازه میوه د حاصلات موږ دسو په تیر سو کلونو کې شاهده چې ډیرې په بندرونو کې خرابې شوی دا تضمین سو کوي ببیني اګای حجاب هر حر... حرف چې شما میزين باید واقعیت داشته باشه نه از زبان یک تجار افغانستان نه از زبان اتاق تجارستانی شما به عنوان خبرنگار به عنوان کسی تحقیق میکن که تحقیق میکنید در باید بفهمید که آیا حقیقت داره ای نداره مشکلات 100 درصد حل نشده من ایر موافق هستم با شما اما مشکلات حل شده در حالت حل شدن است روز به روز بهبود می اجازه بدین مسئله دیگه که گفتین پاکستان هر وقت مثلا در سیزن یا فصل که میوه های تازه ما به بازار عرضه میشه مشکل ایجاد میکنه امسال پاکستان فقط یک بار بر یک هفته خواست که بر اساس قوانین خود مالک از کالای افغانستان به پاکستان صادر میشه ایره به پنج بر افزایش داد بر چون ای بدون تفاهم افغانستان صورت گرفت مجبور شد به یک هفته دوباره به قیمت اولی بر بگردانه یعنی اگر ما در یعنی 2009 مشکل یعنی داشتیم تاوان چه افغان سوداگر رو ترسیده خب بیایم اورا رقم سره نه خیر ببینین تاوان را که در 2009 میرسند یا در 2008 در 2015 رسانده نمیتونه در 2014 رسانده نتونست مشکلات حل شده در حالت حل شدن است اما ما به این معنا نیست که بگوییم که صد فیصد مشکلات حل شده دیگه ما مشکل به چی دلیل زمانی که حجم تجارت روز به روز با یک کشور افزایش پیدا را... میکنه از یک راه افزایش پیدا میکنه زمانی که شما نیازمندی زیاد میشه به بازارهای بیرونی و نیازمندی زیاد میشه که از بازار بیرونی کالا بیارین باگذشت هر روز مثلا مشکلات خرد ریزی دیگه به وجود میاد که اینه مې نشستهای اپټیکا ما بر شما گفتم کی نشستهای تخنیکی است که به خاطر تفاهم بشتر به خاطر عقد قرارداد اپټیکا د پټا د تبدیدلو تبدیدلو په اړه هم یو پختنه در سره شریکه ما غوړه چې د سوداګری خونه وی که په دغه په جیدې چې د درې جانبې سیده غبایټ څلور جانبې سوي وین ته هم چانس ورکړوي ویل تدې رګه ته د پاکستان ځکه د هغوی مالونه منځنی اسیا هی وایي بازم ببینید اینجا نظر اتاق تاق تجارت زمان، نظر حکومت افغانستان نیست بر اساس تفاهمنامه ابتا کشور سومی اگر پیشنهاد میکند باید دو کشور موافقه کنه تا کنون کشور اندسان ما مطمئن هستم که رسما پیشنهاد نکرد زمانی که پیشنهاد کرد مطمئنا ما طرفدار است از این به عنوان حکومت افغانستان هر کشور که پیشنهاد میکنه اما کشورهای مبدا که کشورهای که افغانستان و پاکستان از بالاش بحث میکنه او کشورم یک وقتی که ما میگیم مایده که دو جانبه بود افتا و پتا تبدیل میشه که تاجیکستان باشه طرفدارش هستیم خو هندستان اگر بخوای اون بیا پیشنهاد بده و ما اگر در اینجا یک مایده سه جانبه دیگه داریم مایده سه جانبه داریم که میان هندستان ایران و افغانستان است پس اونام بگن یک کشور دیگه بیا یا دیگه مایدات دو جانبه مایدات سه جانبه بر اساس نیازمندی هم دو سه کشور میشه اګه نيازمندۍ باشم من مطمئن است طرفدار شوم ان دوستان هم بخایې پهشنهاد کوم ما بالاش بحث میکنه و ان دوستان هم د دې مایدا طيب تا ول چې د سوداګری د خونی نظر د افغانستان د حکومت نظر نه ده تاسو مجبور <تصفح> ده او مکلف یاست چې د غی نظر واوري او د غی د غښتنو پر اساس غیته امکانات برابر کړئ په تیر په تیر یوه لسیزه کې چې کوم خبرګونونه د پاکستان لخوا نه وسو افغان سوداګر سره د تاسو د حکومت په توګه د خپل سوداګر د حمایت په توګه کوم خبرګونم کړی تر اوسه پوریم د پاکستان موتور کل در اولی دی کم باندار که چه منزلی است؟ ما که شما شما از یک یک قشر کوچک جامعه حمایت میکنین یا شما از تمام حکومت افغانستان حرف میزن یا شما به عنوان یک خبرنگار هستین هیچگاه حکومت افغانستان خاموش ننشسته. بالاترین فایده را بالاترین مفاد تجار افغانستان به دست میاره این ما بر شما میگیم به عنوان یک کسی که سخنگوی وزارت تجارت سنین به یک افغان مفاد را که تجار افغانستان در افغانستان میگیره این مفاد در هیچ کشور دنیا وجود نداره پس اگر این این مشکلات نباشه چرا تجارت ما روز بر روز افزایش پیدا میکنه پس این مشکلات نیست اینا مشکلات رو به حل شدن است اجازه بدین حرف ما خلاص نشه شما یک رقم بس میکنید که من احساس میکنم که شما میخواین با من دعوا کنین که حکومت هیچ کار نکرده من بر شما گفتم سال گذشته مشکل تجارت که پنج برابر بالا برده به با یک هفته در چهار سال یا پنج سال گذشته که مطرای ما انتقال پیدا نمیکرد تا بندر را رفته نمی ما بعد از 21 جنوری رو حل کردیم مشکلات کوچک تخنیکی که وجود داره در دا گفتگو حل می ببینید اگر ما بخوایم سندکار ما میخوای که باید ما تمام تولیدات که بسیار اندکم هم باشه در افغانستان باید ما ببینیم خبره خبر ده, ده سوداگر و صادرات و واردات و ستونز حل بنده ده حرفم تمام په سنت... حرفم تمام نشده بخاطر از آقای حجاب اگر مشکل تجار حل میکنیم به این معناست که ما مشکل مردم افغانستان حل میکنیم تجار ضرر نمیبینه اگر بالاش دمرج می از من و توی که شهروند عادی جامعه هستیم پول از او بالا بالای از چارج میکنه بالای ما مفروشه به می خاطر حکومت دو دو تلاش میکنه ببینین زمانی که ما میگم که مشکل تجار حل میکنیم یعنی ما مشکل مردم افغانستان حل میکنیم چرا تجار اگه مالش دمرج بخوره هیچگاه به ضرر سودا نمیکنه هر تجاری که به ضرر سودا میکنه بیا اینجا بگه که ما به ضرر سودا اگه به ضرر سودا میکنه تجار نیست پس ما به خاطر ضربه ملت تو رسید کن. خب به خاطر ملت مردم ما مشکلات حل میکنیم مشکلات شما گفتین که بعد روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و روی کار آمدن حکومت دکتر صاحب اشرف چقدر حل شده ما بر شما گفتم مثال یک دو سه چهار حل شده در حال حل شدن است نمیشه ما در یک روز در یک ماه در شش ماه تمام مشکلات را که ما سالها یا ها داشته باشیم او را حل کنیم دیر ازت مننه قدرمون لیدون که اخبروان ادامه لری یوی دمی ورسته دمرمنو لیدونکو بیا هم خره غلاست په دغه خبرونه کې د افغانستان د سوداګرو په وړاندې د ستونزو او د هغې د اهل لارو چارو باندې د سوداګری او سنوي وزارت الله ویان مسافر کوقند سره باس درو کوقندسی یو خبره بلا ک د ستونزې د اساسي حل لپاره د پاکستان نن په پخو نور کوم لارو چارو باندې کار شروع کړي د ترسو د ستونزې یا کم سیو یا حل سي. باز شاید شما مقصر بدانید که در شش ماه چرا این کار نشده از سال 2012 وزارت تجارت صنایع به دلیل از اینکه راههای بیشتر ترانزیتی به خاطر رسیدن افغانستان به بازارهای جهان زیر بررسی گرفت که کدام راه ها میتونیم که عبارت از 5 6 راه بود که راه های مختلف که ما بتونیم اول در یک یا دو راه محدود نمانیم دیگر بتونیم کوتاهترین بهترین کم هزینه ترین با امن ترین راه را پیدا کنیم که ما بتونیم بازارهای اروپا برسیم یا بازارهای کشورهای دیگه یک بررسی را آغاز کرد ما بر شما گفتم پنج یا شش راه را که مد نظر گرفت از همه از کوتاه‌تر و از نگاه قیمت ارزانتر و امنیتی تر راه افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان بود که خوشبختانه ده ای آخر ترکیه هم پیشنهاد کرد که وزیت از زیر بگیره بالای از کار کردیم من میرم که به شما گفتم رئیس جمهور در قبل از اینکه به نشست لندن برند یک سفر یک روزه به آذربایجان رفتن دیدن که در سفر دیگه که به اروپا بود باز هم با رئیس جمهور آذربایجان دیدار کردن و مانده فقلاده رئیس جمهور در این کشورها بسیار مصروف و فعالیت ها هست که بتانیم مناسبات اقتصادی و تجارتی خود را با کشورهای آسیا میانه روسیه و اوکراین گرجستان ترکیه و آسیا میانه افزایش بتیم ایرا بود و بالای از ایرا کار کردیم ایرا تقریبا نهایی شده بود که ترکیه و بعض کشورهای دیگه هم پیشنهاد کردند که ما میخوایم در ایرا شریک شیم باز یکی دو نشست دیگه که ان ما میزبان گرجستان یو تور از یو از مخ که هم په ترکمنستان کې وناست و د ولسم مشر زنګړی استاد دې منځنی اسیا هیوادونو لپاره تللی و د د د د جزئیات چې بله ما اول ای سوال ته پاسخ پتم بعد از برمیګریم به نشست که در قزاقستان در آلماتا شته رای دیگه از کار کردیم با هندوستان هم موده هست که سرپای گذاری بسیار بزرگ بکنه رای ایران افغانستان است که باسه میانه و بندر چابهار است که ما یک تفاهم نامی را به افغانستان مساوده یک تفاهم نامه را آماده کرد بر هندستان دادیم و پس از اینکه هندستان با هندستان به تفاهم رسیدیم تفاهم نامه را به جانب ایران دادیم که امیدوار هستیم تا بسیار فاصله زمانی محدود ایران یعنی در کل قبول کرده یک نشست را یا در افغانستان یا در ایران یا در هند برگزار کنیم و این تفاهم نامه سه امضا کنیم که رابنده سرمایه‌گذاری در چابهار استوی ان اغاظ شوهه هندستان متحد است کی کار وکونه ولم دغلت یو پختنه بل هم شریکه کم در سره چې چابهار بندر کی یو څو مخکه د هندوک مډول ورپورې چارواکې ایران ته تللې او اعلان وسو راپورونه خبره سو چې د هېن حکومت د تل تخپل پنګون زندولی عواملی سو نخایر بعضی از رسانه ها این گپ دور از واقعیت بود که هندوستان سرمایه گذاری خود در بندر چابهار متوقف کرده بعضی از رسانه ها برمان به تماس شد و ما از مجرای دیپلماتیک با هندوستان در تماس شدیم هندوستان هیچ یک حرف را نزد که من در بندر چابهار سرمایه گذاری نمی کنم متحد به سرمایه گذاری است منتظر از است که امی تفاهم نامی سه جانبه ان امضا شود پس از امی رسانه رسانه وزین خود شما نشستایی که با سفیر هند در کابل و همچنان گزارش که از خود سایت های هندستان یا گزارش از مقامات هندی داشتن و چند روز پیش هم که یا هنوز هم در سفر قرار داره رئیس اجرایه اونجا رفتن اونا متحد به هستن که ما سرمایه گذاری میکنیم هر کسی که گفته که هندوستان سرمایه گذاری خود در حالت تعلیق انداخته در بندر چابهار اشتباه محض است رسانه ها تبلیغ منفی بعضی از رسانه های که نمیفهمم یعنی دغه بندر پنګون یوه مو خدای هم ګرځیدي سی ترسو دامدی بندر لاره د افغانستان او د هند ترمنز راکړه ورکړه وقایم سی بدون شک تنها هندستان بالای افغانستان فکر نه میکنه از زیره میتنه که په آسیای میانه هم صادرات داشته باشه و مسئله دیگه که ما پروژه های بزرگتر دیگه داریم که ما برتان تا گفتم میتونم که 25 فیصد افغانستان، ترکمنستان 25 فیصد و همچنان پاکستان و هندوستان 25 25 فیصد 100 فیصد دیگه پروژه ما شریک هستیم یعنی منافع مشترک اقتصادی داریم کاسا یک هزار است که انشالله بانک آسیایی و بانک جهانی تحاد کردن انشالله کارش آغاز میشه و برق که از ترکمنستان می خط ریل که ترکمنستان وارد افغانستان می شد آخر 2015 و, و خطر ریل دیروز ازبکستان باز تفاهم کردن و تفاهمات وجود داره که خطر ریل میدان هوایی مزار شریف رسید و تمدید شده به طرف شبرغان و از ترکمنستان هم به مزار از مزار به بغلان از بغلان به قندوز بره اینا کارای است یا پروژه های بزرگ اقتصادی منطقه‌ای است که منطقه را کشورها برای یکدیگی خود نزدیک می‌سازد و بدون که سرمایه‌ګویزی هندستان د چابهار په نفع افغانستان او په نفع هندستان حتی په نفع منطقه هم هست یا بوټنوبالا دمدغه د پټا د تړون پاړه ويم یو شمېر افغان سوداګر وی وی د افغان حکومت د پاکستان سره د مشتَرَکو حکړلیکونو وی دونه مهمه خبره نه ده حقي د بديلو لارو پیدا کول ډېر حمايکوي پاکستان سره د تیر په پرتله د موږ سوداګري ز کچا ډېر راټیټسوي د تاس معلوماتو لمخ اوس د پاکستان او غونډي ایران سره موږ څونه راکړه ورکړه لرو او د تیر په پرتله څو رقم یک تجارت... باید فراموش نکنیم که هر کشور که بر افغانستان بر تجار افغانستان سهولت ایجاد کنه بدون شک تجارت و ترانزید به او کشور افزایش پیدا میکنه البته به این معنا نیست که روند تجارت ما از ایران افزایش یافته از پاکستان بسیار کم شده باشه اما اگر سهولت هایی که در پاکستان است بیشتر شود مطمئنا دوباره تجار اونس میگیره که از پاکستان کالای خود وارد افغانستان کنه یا بگیره این یک شرط است که یک شرط قبول شده ای که هر کشور بخواهد سهولت بیشتر ایجاد کنه اون از او کشور میره با گفتم که وقتی که بر شما میگم تنها مهاد به یا تنها مربوط به ترانزیت ما با پاکستان نیست ما راه های بدیلی هم داریم شکر الحمدلله که ما میتونیم که از راه های بدیل استفاده کنیم اما مشکلاتی که در سه ماه چهار ماه با پاکستان حل شده بی‌نظیر بودن مطمئنا مشکلات بزرگ حل شده انوزم ما مشکلات خورد ریزه در مشکلات تکنیکی داریم مشکلات در گمرکات داریم مشکلات باز هم در راه داریم که من مطمئن هستم که ششمین نشست اپتیکا که در کابل برگزار میشه تعهداتی که در پنجمین نشست اپتیکا در اول جنوری 2015 در پاکستان شده بود او تعهدات بررسی میکنیم که چقدر عملی شده و مشکلات جدیدی را که همین رقم شما گفتین باید مشکلات از اتاق تجارت از صنعتکارا سن... از تمام اصناف پرسان میشه و اینی مشکلاتی که در افغانستان اگر خدای نخواسته باشه در برابر کالاهای پاکستان یا در پاکستان باشه اینا هم در این نشست مطرح میشه خب ما از تعهدات که ما 16 18 21 تعهد که در پنجمین نشست اپتیکا در پشاور داشتیم 6 تا داشت شدن 11 تاش مونده این 11 تا را باید باز سرش فکر کنیم و اینی 5 تا دیگه هم جدید شده متوجه هستین 5 تا دیگه هم جدید شد. باز اونجا تفاهم میگیم تعهد میگیم عملی شده آسست عملی میشن مسئله دیگه نشست که در شما سوال کردین در قزاقستان در آلماتا بود یک نشست بود که به خاطر بررسی یعنی کنفرانس بررسی سرمایه گذاری و ترانزیت با افغانستان که کشورهای آسیای میانه در افغانستان بیاین چی گونه زمینه ها در افغانستان وجود داره که اونا بیان سرمایه گذاری کنند بیان در بخش ترانزیت در بخش انتقال انرژی برق انرژی گاز و همچنان زیر های افغانستان اونا سم بگیرند که مطمئن. در این نشست نماینده سازمان ملل نماینده بانک آسیایی نماینده بانک جهانی و تعهدات خوبی صورت گرفتن که انشالله امیدوار هستیم و این نخستین نشست بود در 13 سال گذشته و, و بنا خود بسیار بی‌نظیر بود, بود مطمئن هستیم که نشست های ادامه پیدا میکنه یک امیدواری بسیار خوبه در سال 2015 یا در سال 94 به خاطر جذب سرمایه بهبود وضعیت تجارت وجود دارد در روسیه پختن پتوگا حقوق اندیسه به منزنی اسیا د څونه لیواله دي ترڅو په افغانستان که پنګونه که او له افغانستان سره خپلې سوداګري زیاري کې نور هم کلکی ما با یکی دو سه کشور از کشورهای آسیا میانه و تا روسیه بالاتر از 500 میلیون دلار داد و داریم مثلا ترکمنستان کالاهای نفتی بیش میخریم و همچنان ازبکستان هست قزاقستان هست و روسیه هست همین رقم بالاتر از 500 میلیون دلار دادو داریم صادرات هم داریم از اونجا واردات هم داریم یک مقدار از تاجیکستان اینا هست اونا دلگرمی خاص به دارن که بیاین در افغانستان شرکت های بسیار مختلف جور کنن تا بتانن تولیداتی که تا از اونجا میارن اینجا ده اینجا جور شو و دیگر بسیار با با تلاش دارن که پروژه های بزرگ انتقال خطاهن انتقال برق ادامه بتن و در افغانستان بیاین یک سرمایه خوب بکنن در رضایت من نه خیش میکنم تشکر شما قدر منو لیدون که دا دانن رازی زیر دا ستا وړاندې سوا دا چې بیا مو خدمت تاسو ریګم په لوی الله مسپارم خاط او بر علي او سید الله پهمان